سلام. علیک. اوه چقدر خرید کردی، خسته نباشی. اصلا خسته نیستم. آی 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 آدم دروغو چی میشه؟ پینوکیو. بده من. بیا اسم ناک. انار. متشکرم. نارنگی. کرفس. بذار مونده انوزه. اوک بازم تروب چه؟ سنگیم شد. همیچ خدمت شما. متشکرم. مواظب باش. خیلی قشنگه، مثل خونه های سرزمین عجایبه. خدا کنه منظورت کلبه اون جادوگر پیر نباشه. ببین با سنگای این کو میتونیم دیوارا رو تا زیر سقف برسونیم، بقیه کار رو هم از وام بانکی استفاده میکنیم. کلبه سنگی. چیه؟ هر کس ندونه عضو چه خانوادگی هستی فکر میکنه تا حالا تو عمرت خونه ندیدی. ببین مرجان، پیشنمای آجوری این خونه رو برای این کار گذاشتم تا تداعی خونه پدریت رو بکنه. پنجره رو هم همینطور. این خونه فرق میکنه. خونه که قراره هر دوتامون توش آدم بشیم. انسان بشیم و شما انسانهای کوچولوی زیادی رو تربیت کنی. نفهمیدم. میخوای تغییر شوق بدی؟ چطور اگه؟ میخوای مهد کودک درست کنی؟ مرجان فکر میکنی کسی پیدا باشه که این کوه رو تا بالاتر از اینها تبدیل به خونه بکنه؟ نه نمیتونه، مگر اینکه به جای خونه غار درست کنه مثل انسانهای اولیه. زن اولیه، مرد اولیه. کجا خورشید خانم؟ تشریف بیارید. همه میراث پدری من در شهرستان تبدیل شده به یه تیکه کوه بالای تهران. به جون دختر داره دیر میشه. ازدواج اولتونه؟ بله
شما چطور؟ نه ازدواج سوممه. اولی سر زارم، دومی سرطان معده گرفت. این بار سومیه که میام اینجا. خدا عاقبت این یکی رو به خیر کنه. شما آدم خوششانسی هستین. ببخشید. بجد هستم. خدا حافظش. چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ چشات قرمزه؟ نه چیزی نیست. بریم. ببین عصف تو بازار چه هستم باشه؟ میبینم ات پنج بعد از ظهر. قال نظریه خدا حافظ. سلام از ماست. حالتون چطوره؟ مرسی. خسته نباشید. ممنون. خیلی زیبا. نظر لطفتون. آقا این دوست هنرمندتون صدای بودنش هست اما اون پایین نشسته. طفلای غرق دریای هنر. متشکرم. ببخشید. خیلی خوب ستار میزنی. آوازم هم خوبه. سلام تویی؟ معذرت میخوام متوجه نبودم که کی هستش. پس آوازتون هم خوبه؟ بله بر منکرش ننت. استاد بعد از این نقاشی موسیقی شاید هم گرافیک. بنده در خدمت عالی جناب هستم. خدمتگزار نمیپذیرم. یه چایی ما رو مهمون میکنی؟ چیه؟ بازم سر درد میکنه؟ خیلی درد میکنه، کلافم کرده. فکر میکنم میگرنه. نمیدونم شاید هم عصبی باشه. عصبی اینم شده مود روز. ببینم مگه تو زندگیت مشکل یا درگیری خاصی داره که بخوای عصبی بشی؟ بله. خب جناب عالی. ای کاش زودتر میدونستم. علی تا به حال درموندگی رو احساس کردی؟ دلت میخواد یه کاری بکنی، حرفی بزنی، فریاد بکشی، اما صدا توی سینت شکسته میشه. قلمت روی کاغذ سفید یا بوم نقاشی سر میخوره اما هیچی از خودش به جا نمیذاره. درست همون موقع است که احساس بیهودگی میکنم. فکر میکنم هنوز هیچی رو یاد نگرفتم. اون وقت تکلیف عالم ادبیات چی میشه؟ آخه دنیای ادبیات برای حضور من لحظه شماری میکنه. بله لحظه شماری خواهد کرد، به شرط اینکه عشق به انسان و زندگی، محبت، خودت و خدا رو خوب بشناسی. بقیهش هم دیگه با من. چایت بخور. ممنونم علی آقا. علی آقا میوه بفرمی
فکر میکنم 25 ماه دیگه وقت خیلی خوبی باشه خانم. به میمنت مبارکی انشاءالله. در مورد مراسم جشن شما خودتون صاحب اختیارین. این دوتا جوان 3 ماه شرعن زن و شوهرن. ما دیگه با شما رو در بایسی نداریم. راستش منم با وضعیت علی آقا آشنا هستم، ولی خب اینجور خشک خالی هم که نمیشه. در حال من آرزو دارم، سالهاست انتظار یک همچین شبایی رو میکشیدم. واقعیتش اینه که خواهش میکنم مادر، همون بحثه قدیمو پیش نکشین. من باید انتخاب میکردم که کردم. البته به ما از آن زمان که برای این آستان نهادم روی، فراز مسند خورشید تکیگاه من است. بله تکیگاه من است. آفرین آفرین علی آقا. اون روزی که مهریه سنگین 1500 سکه طلا رو پذیرفت، من پیش خودم گفتم این جوون یا دیوونه است یا سخت عاشق شده. بعد که شما تشریف بردی، من پیش خودم فکر کردم که نه خیر، عاشق دیوونه. بله عاشق دیوونه است. از این ازدواج بهتره همه با خبر بشن، خصوصا ناصر پسرعمه مرجان. اسمتون چیه؟ ناصر، ناصر حاجیان. چیکاره هستی؟ مهندسم، مهندس ساختمون. پونتیا که آلبالویی به شماره 98-798 تهران 22 متعلق به شماست؟ بله، بله، مال منه. نسبت شما با شاکی چیه؟ شون دایی من هستن. طبق مدارک موجود شما شب قبل منزل آقای صراف رو آتیش زدی. واسه چی این کارو کردی؟ دیوونه‌ای مثل تو زیاد پیدا میشن، عاشق میشن، مجنون میشن، بعدم میزنه به کلهشون، خون زندگی مردم به باد میدن. بگو آقای صراف بیا تو. تا بلایی سری کسی نیوردی بهتر خودتو به این روانشناس نشون بدی. بچگی دوست داشتم، حتی بیشتر از مادری که هیچ وقت نداشتم. آقای صراف گویا مشکل خانوادگیه، جنبه عام هم نداره. تا
تصمیمتون چیه؟ ما مشکلی نداریم. ناصرم مثل بچه خودمه. اومدم جواب آزمایش همون رو بگیرم. خانم سرا؟ بله. خانم با شما؟ بله خانم. بهتر نیست به دکتر برسونیمش؟ میبرم سهیر خودش. لطف کن بزن تو ماشین. به من تکیه بدی شما. به من تکیه بدی. من اینجا چی کار میکنم؟ حالت به هم خورده بود، شانس آوردی، منم اتفاقی رسیدم. همینجا ترمز کن. علی تو آزمایشگاه منتظر منه. دکتر لازم نیست، گفتم ترمز کن. میتونی منو برسونی خونمون؟ حتما، این که چیزی نیست. الو، سلام. سلام، حالتون خوبه؟ علی هستم. حال شما؟ ببخشید، میتونم با مرجان صحبت کنم؟ چیزه، مرجان هنوز نیومده، مگه با شما قرار نداشت؟ چرا؟ بفرمین تو. بفرمین.
حالش خیلی بد بود. به مسیح رسید، رفت تو اتاقش، درم قفل کرد. از من خواست که... میدونم. اجازه میدی؟ خواهش میکنم. مرجان؟ مرجان، درو باز کن. میخوام باهات حرف بزنم. سلام. شنیدم که حالت بده، گفتم یه سری بهت بزنم. لطف کردی. خب میدونی ماشینم تو راه خراب شد، به خاطر همین دیر رسیدم. معذرت میخوام. فکر میکنم قابل گذشت باشه ها؟ مهم نیست. از چهرت پیداست که یه اتفاقی برات افتاده. به من بگو مرجان. گمون میکنم ما به اندازه کافی صمیمی هستیم. هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، فقط حالم خوب نیست. همین. میتونم خواهش کنم منو تنها بذاری؟ از احوال پرسیتونم خیلی متشکرم. ببین پرویز، من تو دانشگاه ادبیات میرم و سراغ مرجان برمیگردم. باشه؟ خیلی. موتور تو آوردی؟ آره، دم در. وای، نگهد. کلا رو دادم. سلام، میتونم برسونمتون؟ سلام، شمایی؟ نه، خواهش میکنم. متشکرم. بهتره محکم بشینی، ممکنه خبری پیش بیاد.
من نیا، میفهمی؟ فکر کنم مغزتو داغ میکنم. یا نه نه نه، به پلیس تحویلت میدم، به پلیس تحویلت میدم. برو عقب، برو عقب. خیلی خوب، شام شده درر، شام شده درر. خیلی خوب، بشین بشین. برگرد برگرد برگرد. بشین بیا عقب. باشو باشو، بشین بشین بشین. باشو تکون نخوا، بر نگرد بر نگرد. گفتید بیمار خواهرتونه؟ بله. بنشینید خواهش میکنم. عجیبه، دوقلو هستی؟ بله، یعنی خیر، فقط یک سال با هم تفاوت سنی داریم. خیلی اصرار کرد که خودش خدمتتون برسه، ولی فکر کردم شاید خدایی نکرده. کار عاقلانه ای کردید خانم صراف. بهتره خودتون رو برای یک واقعه ناگوار آماده کنیم. در این ناحیه از مغز تومور سرطانی رایج و متاسفانه بدخیم دیده میشه. چنانچه بیمار با بروز اولین عوارض مراجعه میکرد، احتمال پیشگیری وجود داشت. ببینید، کلمه سرطان یه لغت عربیه به معنی خرچنگ. از لحظه فعال شدن در زمان کوتاهی به همه جا رخنه میکنه. متاسفانه شواهد موجود احاطه کامل بیماری رو نشون میده که تنها توانایی علم پزشکی به تعویق انداختن زمان تقریبی. شما حالتون خوب نیست؟ نه.
نه تو اشتباه میکنی، تو اشتباه شده. اینه مالی یه مریض مردنیه. شایدم داری دروغ میگی مثل اونای دیگه. دیوونه، دیوونه ها با یه سردرد ساده مردم به قبرستون میفرستید. شما دکترها همه تون دیوونه اید. دیوونه ها، دیوونه ها، دیوونه ها، دیوونه ها. اگه شما قهره بیمار نیستید یه لحظه صبر کنید. به من نزدیک نشو. خرچنگ کثیف، سرطان دیوونه. بذار برم، بذار برم، جهت جونم میخوای، بذار برم. خانم آسفی، خانم آسفی. سلام خانم، حالتون بهتر شد؟ من روانپزشک هستم. ببینید تو این حرفه گاهی انسان باید اطلاعاتی رو بده که اصلا هم خوشایند نیست. من احساس شما رو درک میکنم، سعی کنید آروم باشید. میخواید برید؟ لطف کنید این دوره ها رو مصرف کنید. هر وقت حالتون بهتر شد حتما یک سر بیاید با هم صحبت کنیم. خوشحال میشم دوباره ببینمتون. بس میخوام خانم. حرکت کنید. کجا برم؟ نمیدونم. فقط برو. خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. خواهرم من، قربون پدر مادرت برم. این چه صدایی رو خود در آوردی؟ من نیمه جون کردی. من میدونم شما مریض حال هستی. شما از کجا میدونید آقا؟ ببخشید آقا، خیلی معذرت میخوام. اصلا شما کجا میخواییم بریم؟ مسیرتون کجاست؟ والا من کرایه نخواستم. بگو من برسونمت.
زنگ بزن. سلام. چه عجب شازده خانم از خواب ناز بیدار شده. خواهش میکنم شوخی نکن، اصلا حوصله ندارم. نگرانت هستم، ترک همه چیز و همه کس رو کردی. رفتارت خیلی بچگانه بود، فکر نمی کردم انقدر حسود باشی. نمیشناسم تو کی هستی؟ امروز پلیس اومده بود دنبالت. تو قصه های عاشقانه قدیمی همیشه رد پاهایی از بیوفایی و بیمهری زنها دیده میشه. فکر میکردم همش قصه است، ولی مثل اینکه من و عشقمم باید جز قصه ها بشی. تو هنوز منو نشناختی. فکر میکنم منو مادر بیچارم دست انداخته شدی. تو منو به بازی گرفتی، به من توهین شده. شاید برای تو تمام قول و قرارمون فقط یک هوا و هوس بوده، اما اینو هیچ وقت از مغزت بیرون نکن. من تو این بازی نباید بازنده باشم. میفهمی؟ انصار 3210، انصار 3210، جناب سلام تیموری، رنوی به شماره 14639، شارود 11، آبی رنگ، آیا سابقه سرقت داره یا نه؟ آقا ماشین مال شماست؟ بله. اصلا را کجا بردی؟ تو پارک، تو دستشویی پارک. آجه تو دستشویی هم اسلحه پیدا میشی. درست اون موقعی که میخواستی آرتیست بازی بکنی یه دفعه یه هفتی رو افتاد جلو پاتو، برداشتی میخواستی نمیدونم چه بلای سر خودت بیاری. میدونی اگر یه خراش اونا پیدا میکردن الان چه وضعی برای تو به وجود میومد؟ مگه فرقی هم میکنه؟ پس بذار واسهت بگم، مثل که کلت خیلی گرمی. حمل سلاح غیر مجاز، اقدام به قتل، سابقه دار شدن، از همه مهمتر سلب اعتماد یک خانواده محترم و راهی زندان شدن. یکی تون این گوشی رو برداره. الو بفرمایید. ببخشید شما؟ بله هستم. گوشی لطفا. سر را با شما کار دارم. دکتر پویانه میخواد با شما حرف بزنه. دکتر پویان؟ نمیشناسم. الو سلام. بله بله خودم هستم. خواهش میکنم بفرمی. درباره کی؟ چه خبره دختر؟ ببخشید متوجه نشدم. الو قطع شد. یه لحظه
قطع کردید خزان داره شروع میشه. پاییز همیشه دستمایه خوبی برای نویسنده ها بوده، البته دیگه در تخصص شماست. بله، پاییز مملو و از رمز و رازه. فکر میکنم از شما باید متشکر باشم. برای چی؟ هر دوی ما خوب میدونیم که دیگه پاییزی در زندگی من وجود نخواهد داشت. خب دیگه تشکر برای چی؟ به خاطر کوشش شما برای ایجاد انگیزه برای ادامه زندگی. زندگی چند ماهه، هفته ای یا شاید هم چند روزه. ببینید، شما اگر میخواید خودتون رو آزار بدید من دخالتی نمی کنم. یعنی نمیتونم. پس چه کار میتونید بکنید آقای دکتر؟ به حرفای شما گوش کنم. من دارم میمیرم، اون وقت شما میخواید به حرفای من فقط گوش کنید؟ شما تا به حال به مرگ فکر کردی؟ به نمور بودن و سنگینی خاک؟ مثل بختک روی سینم سنگینی میکنه. تازه داشتم مزه زندگی رو میچشیدم، شایدم فکر میکردم. دلم میخواد بخونم، بنویسم، تو ساختن اون کلبه سنگی کنار علی باشم. کلبه قشنگی میشه. دلم میخواد ساعتها به قصه هایی که بچه هام برام میگن گوش کنم. داشتیم صحبت میکردیم که دیدم حرکاتش داره کم کم کند میشه و دیگه حرف هم نزد تا اینکه کاملا بیهوش شد. این حالت کماست، خوشبختانه زیاد عمیق نیست. سابقه بیماری خاصی نداره؟ نه الحمدلله تا حالا هیچیش نبوده. یکی از دوستام دکتر این بیمارستانه، میرم دنبالش. دکتر پویان، با آقای دکتر پویان کار. شیفتشون تموم شده، تشریف بردن، شما میتونید همین الان پایین پیدا شید. آقای دکتر سلام. سلام. دخترم رفته تو کما، الان تو اورژانس، عجله کنید.
مادرش اونجاست، از هیچی خبر نداره. اگه بدونه دیوونه میشه. سلام. سلام خانم، حالتون چطوره؟ خیلی ممنون. منو یادت میمیان آنو؟ خب مهم نیست، امروز به خیر گذشت. فردا صبح توی بخش میبینم. چی شده؟ راستشو به من بگی. چیز مهمی نیست، یکی دو روز توی بخش بستری میشه، بعد معاینه کامل ازش به عمل میاری. این تخت شماست، لباساتون رو در بیاری بذارین توی کمد، این لباسا رو بپوشین. نه نمیخوام. متاسفم، ولی خواسته شما برای ما مهم نیست. بهتره که بپوشی، همه‌شون زده فونی شدن. داری چیکار میکنی؟ دارم بیرون تماشا میکنم. یه هم اتاقی برای تو بردم، دیگه تنها نیستی. سعی کن باش بیشتر آشنا بشی. نه ترس، آسیب بهت نمیرسونه. غمگین نباش، اخماتو باز کن. سرت چی شده؟ ضربه خورده. کاملا معلومه. میتونید بشمارید؟ بله آقای دکتر. بشمارید لطفا. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت. سلام مادر. سلام پسرم. متاسفم، منو ببخشید. خدا دارو ببخشی پسرم، اگه پدر خدا بیامرزت زنده بود. تو خیلی خامی کردی بچه من، اگه خدایی نکردی دست به خون آلوده شده بود آخه چی میشه. خیلی خوب دیگه بگذری مادر، دست خودم نبود. راستی از مرجان چه خبر؟
مرجان، مرجان مریض، بردنش بیمارستان، دکتر میگه در اثر فشار روحی. راستی دنبال کار آزاد کردن دستم، رفتم پیش دادستان، گفتن که باید یه تقاضای تخفیف مجازات بنویسم، بعدم رئیس زندان باید تایید بکنه. نگران نباش مادر، تحمل اینجا برام سخت نیست. آخه میدونی مسئول گروه سرود شدن. راستی اگه تونستید برام ستارو بیارید، به پریزم بگید یه قلمو و یه بوم و یه خورده رنگ برام برداره بیاره. چشم بذارم. ممنونم آدم. تسلیم سرنوشت بشه. آخه چرا؟ 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 پاشو یارو مثل اینجا چیده شبای اندستونه کرده موسیقی بلند شما دوباره این قاطی کرده نصف شبی اگه به خوابه و لاف یخ کرد سلام صبح بخیر امروز چطوری؟ خوبم صبح بخیر به به مقالات پزشکی میخونین ها؟ حتما میخواین اطلاعاتون راجع به بیماریتون بیشتر بشه ولی من صلاح نمیدونم این باعث میشه که استرس بیشتری در شما ایجاد بشه سردرد که نداری؟ هنوز نه آقای دکتر اما دیشب سردرد و حالت تهوع کلافم کرده بود آقای دکتر چند سال پیش یه فیلم میدیدم مغز یه زن تصادفی رو به یه بیمار مغزی پیوند میزنن بعد از اون بیمار با افکار، شخصیت و حتی اسم زن تصادفی زندگی میکنه چقدر واقعیت داره؟ منم این فیلمو دیدم اسمش هست Who is Julia؟ جولیا کیه؟ ببینید این یه پیشگویی علمیه که شاید در آینده عملی بشه الان در ایران امکان پیوند کدوم اعضای بدن وجود داره؟ پیوند کلیه یه مورد پیوند قلب توی اصفهان داشتیم پیوند پوست پیوند چشم به هر حال قرصان رو سر ساعت ادامه بدین یه مسکن قوی می نویسم که اونو موقع درد تزریق کنی بعدم اگه مشکلی پیش اومد به من خبر بدین خب پس فعلا خدافظ خدافظ آقای دکتر
شده؟ دکتر چشماتو معاینه کرد؟ چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ بدم کن درد بی کسی کم کورم باید باشم یا اون در تاریکی اماد نه چی زندگی درد نه دختر خوب زندگی با همه این حرفا زیباست فقط میخوام زنده بمونم حتی اگه برای یه عمر کور باشم میفهمی؟ کور ولی افسوس که میخوای بریم کنار پنجره بیونو برات توصیف کنم دستت بده من سلام خانم سلام ببخشید بخش جراحی مغز اعصاب خواستم این تا یه همین راه رو طبقه سوم تشریف ببرین متشکرم بعد از بارش بارون اول صبح قطرات بلورین تو کاسه گلبرگ‌های روز قرمز نشسته دورتر تکبرگ‌های زرد و نارنجی خبر از اومدن خزون میده چقدر قشنگه شنیدن صدای برگ‌های مرده زیر پای یه آبر سرمست زندگی آینده برای تو شکفتن شکوفه ها در انتظارت و تو با چشم های قشنگی که خواهی داشت لذت میبری چرا که چشم هایم برای توست قشنگتر از همه عشقه تو هم میتونی عاشق بشی علی همیشه یه غم لذت بخشی توی چشماش موج میزنه تو صورتش که نگاه میکنم روح هم تازه میشه اعتماد به نفس قلیلی به هم میده در این خوشونت در یاد محبت و احساس ناصر آقا سلام دستتون درد نکنه دست گل قشنگیه خواهش میکنم قابل نداره شما نمیخواییم برین تو نه نه من مزاحمشون نمیشم پسرم درد هر دوی شما یکیه تو هم مثل پسرم علی هستی دلبستگی شدید از کمبود محبت بله سلام آقای مهندس یه لحظه جلسه دارم لطفا خیلی متشکرم خواهیشون کنم من به خاطر تأخیر پرداخت قسط دوم به شرکت 5 میلیون تومان خسارت دادم بفرمایید سلام وزارت خونه حتما باید جبران بکنه خب البته من پیمانکار از خدام هر چه زودتر کار تموم بشه بله 18 تن آهن آزاد خریدم هنوز هم که سهمیه معلوم نیست
الان 6 ماه ماشین آلات شرکت بیهوده داره سر اون پروژه میخوام با شما حرف بزنم. این زمون رو اگر ما راه‌سازی میکردیم خیلی بهتر بود. گفتم میخوام با شما حرف بزنم. الان کار دارم. باشه یه وقت دیگه. تو تعهد ما نبوده. خودشون باید بسازن. شما متن قرارداد رو بخونی. اگه قید شده بود خب ما عمل میکنیم. البته همه ی عمر همین بوده. هیچ وقت به حرفام گوش ندادی. از بچگی تنهام گذاشتی. سر تو لاک پول در آوردن بوده. سر منم با اسباب بازی های گرون قیمت گرم کردی. گفتی همه چیزو میشه خرید. مادر رو چی؟ میشه خرید؟ چرا برای مادر نخریدی؟ سلام مادر. سلام پسرم. حالا شما؟ ممنونم. خسته نباشیم. بده من برات بدم. نه نه زحمت نکشید. خواهش میکنم. خیلی ممنون. شما خوبین؟ سلام مادر. سلام نصر آقا. هنوز نایمده؟ الان میاد. جان سنگو الان میادش. حالتون خوبه؟ مرسی. شما خوبین؟ آمد. قربون شما مادر خوب فلاکار برم ایدایی خدا نکنه بذار پاتونو ببوسم بلنش مادر بلنش سلام علی جان خوبی مادر جان خیلی زش کشیدی حلالم کن دایی ببینم برای چه نقدر رنگ پریدیم و لاغر شدیم چیز مهمی نیست مادر سلام خیلی ممنون که مادر ما بودیم خواهش میکنم چند در خدمتون باشم برسیم مرسی خیلی ممنون بیا مادر بیا با ماشین ناصر آقا بریم نه با موتور راحت‌تر مادر جان پس وسایلتون بده بیا خوبه با پای من بفهم اوزو خودتون باشی مادر
اوصاف پنجه شما رو خیلی شنیدیم، افتخار میدین؟ سلام. کمک نمیخوای؟ نه. یکی از اون صبای طلایی و قشنگه که هوای مطبوعیه. خانم خوب، صبحتون بخیر. سلام. امروز سلام حالی نه؟ صبح بخیر مجن خانم، فرمای مورد درخواست شما رسید، اگه امضا کنی میدم ماموری که آورده برگردونه. متشکرم، خوشگارتون. خیلی ممنون. کار بزرگی کردی. فعلا خدا حافظ. خدا حافظ. چی شده؟ علی. علی اینجاست؟ میدونم که دروغی خوابیدی. خورشید خانم، نمیخوای چشماتو وا کنی؟
کردی. خیلی زودتر از اینو منتظرت بودم. میدونم مردها همشون میدفن، ولی دست خودم نبود، دست پام تو زنجیر بود. چه گلای قشنگی. گستاخیه، ببخشید. متشکرم. خوشتیب تر شدی. معذرت میخوام. من از اینجا میبری؟ دکترم اجازه داده. خواهش میکنم. امروز بعد از ظهر پدر مادرم میان ملاقاتم. اگه دکتر بره تو پس فردا نمیاد. ازش برگه مرخصی ما بگیر. بشی. انسان بشین و شما انسانهای کوچولوی زیادی رو تربیت کنی. نفهمیدم. میخوای تغییر شغل بدی؟ چطور مگه؟ میخوای مهد کودک درست کنی؟ شب خونمون منظره قشنگی داره. ببین بالای همه چراغا چراغ خونه ما روشنه.
علی جونم تو یه پری کجایی رو برام میخونی؟ شبی که آواز نی تو شنیدم چو آهوی تشنه پی تو دویدم دوان دوان تا لب چشم رسیدم نشانی از نی و نغمه ندیدم تو چقدر آشناست؟